زوزه های ولی فقیه ارتجا در تله اتمی از زبان دبیر مصلحت نظام علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت به خاطر نقش مجاهدین و مقاومت ایران در افشای برنامه تسلیحات اتمی رژیم و تحمیل دوراهی زهر خوردن یا طرد و تحریم جهانی. رژیم نامشروع و ضد ایرانی ولایت فقیه از سالها پیش مسلح شدن به بمب اتمی را تضمین بقای خود بر مسند قدرت خوانده بود و از این رو مقاومت ایران به افشای تأسیسات پنهانی و فریبکاری های این رژیم مبادرت کرد. در پی موضع‌گیری رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مبنی بر این که در معاملات و زد و بندهای اتمی با رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه هیچ چیز کمتر از اجرای تام و تمام 6 قطعنامه شورای امنیت درباره این رژیم، از جمله توقف کامل غنیسازی اورانیوم تا وقتی که این رژیم بر مسند قدرت است، قابل قبول نیست. رسانه‌های حکومتی به دستور ولی فقیه ارتجا همزمان علیه دولت فرانسه و مقاومت ایران به تاخت و تاز پرداختند. مریم رجوی با این ادعا که حکومت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، خواهان اجرای کامل 6 قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان شده و گفته است در غیر این صورت امنیت و صلح منطقه و جهان به خطر خواهد افتاد. به گزارش تابناک، پس از آن که تیم مذاکره کننده کشورمان با حمایت و پشتوانه کامل داخلی در 3 شبانه روز ماراتن نفسگیر مذاکره با نمایندگان 5 به علاوه 1 در مجموع به نتایج امیدوار کننده ای از جمله پیشبرد منویات خود و نیز شکستن اتفاق نظر اعضا علیه ایران رسید، سران مجاهدین به تکرار دروغ پردازی های خود پرداختند. غرب از یک سو با تقسیم وظیفه میان آمریکا به عنوان پلیس خوب و فرانسه به عنوان پلیس بد، فضا را برای فرار از رویارویی با منطق ایرانی فراهم آورد و از سوی دیگر مجاهدین را به فضاسازی و ایجاد جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران واداشت. در همین راستا غرب به ویژه فرانسه پس از آن که به هر شکل ممکن توانست یک مهلت 10 روزه برای خود بخرد و مذاکرات را 10 روزی به تعویق بیاندازد، در نخستین اقدام روانی خود مجبور به بهره‌گیری از مجاهدین شد، به گونه ای که امروز رئیس جمهور این گروه در واکنشی عجولانه به اصطلاح به جامعه جهانی هشدار داد. مریم رجوی در قالب بیانیه‌ای با امضای شورای به اصطلاح ملی مقاومت به مانند گذشته سیل اتهامات دروغین را متوجه نظام و مسئولان جمهوری اسلامی ایران نموده و مدعی شده نشستن پای میز مذاکره با ایران از اساس اشتباه است، چرا که آنان دنبال فریبکاری هستند. حتی پای را از این هم فراتر گذاشته و با این ادعا که حکومت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، خواهان اجرای کامل 6 قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان شده و گفته در غیر این صورت امنیت و صلح منطقه و جهان به خطر خواهد افتاد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته علاوه بر شفاف سازی همه حوزه‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود در برابر دیدگان بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بنابر فتوای رسمی و علنی عالی‌ترین مقام دینی و سیاسی خود هر گونه تولید و بهره برداری از سلاح اتمی را شرعاً حرام دانسته و در عین حال بر بهره گیری از دانش صلح آمیز هسته‌ای به عنوان یک حق طبیعی و خدادادی پای فشرده است. مجاهدین تلاش دارند تا از رهگذر تحرک جدید دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران باز هم خود را در صدر توجهات قرار دهند. روزنامه خراسان آخوندی: میتران کارنامه خوبی در مقابل ملت ایران ندارد. به مجاهدین در شهری به نام اورسورواز پناهندگی داد. انصافاً در زمان شیراک بهترین دوره روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه شکل گرفت. یکی از اقدام‌های شیراک که به نفع جمهوری اسلامی بود
عملیات گسترده پلیس فرانسه علیه اعضای سازمان مجاهدین بود که به بازداشت 165 تن از اعضای آن سازمان از جمله مریم رجوی انجامید. این اقدام موجی از خوشحالی را در بین سیاسیون ایران در پی داشت. این اقدام ژاک شیراک توانست تا حدی چهره مخدوش فرانسه را که به مریم رجوی پناه داده بود ترمیم کند. سارکوزی در زمانی که وزیر کشور بود توانست تا حد زیادی شبکه مجاهدین در پاریس را از بین ببرد. اما اولاند از مجاهدین حمایت می کند. اولاند هم مانند سارکوزی بارها ملت ایران را تهدید کرده و برای اعمال تحریم ها علیه ملت ایران به بهانه پرونده هسته‌ای از هیچ کوششی دریغ نکرده است. وی ایران را خطری برای همه کشورهای جهان می داند.